حاجی نجیب الله کابلی، نماینده پیشین پارلمان و مؤسس و رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنعبد و یا کنستعین. من سلام فرستم برای مجاهدین آزادگان و آزاده پیشه، بالخصوص به اشرفان و اشرف پیشگان که واقعا مقاومت از آن خود کردند و به این مقاومت خود حتی به جهان درز دادند. ما یکی از مبارزین هستم که تا بال 11 پیره از طرف رژیم ایران آمده ترور شدیم، اما عاملینشان همی فعلا هم در امنیت دولتی افغانستان دستگیر و گرفتار هستند. به اون خاطر خواستیم که اگر یک ذره چهره رژیم آخوندی را برای شما افشا بسازم. ما رژیم آخوندی ایران از اهل تشیع مردم ایران، از اهل تشیع افغانستان جهان و از اهل سنت جدا می سازیم. ما که رژیم آخوندی میگیم، خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و امثال هم در بین اسلام جای ندارند. ما شخصا خود خمینی را پیش از یک شیطان بالا نمیشناسم. ما پیش از 15 سال است که در مقابل رژیم ایران مبارزه دارم، اما مبارزه ما به خاطر از این بود که باید رژیم ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. اما مدت یک سال شده که موقف حزب مشارکت ملی افغانستان به رهبری خود ما آنچنینی است که باید رژیم سرنگون شود. آنچنانی که خانم رجاوی در صحبت‌های خود از اسلام یاد کردن، به نظر ما هم اسلام واقعی مجاهدین خلق و دیگر مردم خود ایران است، نه رژیم آخوندی ایران. دوستای عزیز، در ایران اصلاح طلب بنیادگرا نداره. خاتمی و کروبی و موسوی و خامنه ای و سپاه پاسداران اطلاعات کلش یکیست، فقط از آن مردم جهان یا فریب میتن. یگانه کسی که میتونه رژیم سقوط بده فقط مجاهدین خلق است. چرا امریکایا و اروپایا بیدار نیستن که امروز نیم بدنشان ایران جدا کرده، هنوز هم در فکر از این نیستن که علیه ایران یک آمادگی بگیرند. برادران ما، حاجی نجیب کابلی به نمایندگی از مردم افغانستان همراه یک تعداد اعضای پارلمان که آمدیم، ما برای شما صرف اینجا سخنرانی نمی کنیم. ما گام‌های عملی را برداشتیم و فقط آمدیم که پیام خود بدیم که ما مردم افغانستان در کنار شما استاده هستیم و مبارزه مشترک میکنیم که تا این رژیم سرنگون شود. ما افغان ها و جهان همه شر از این خلاص شویم و مردم ایران هم بتونن که آسوده زندگی کنند. و من الله توفیق.